وقت آهنگ تو امید من تو پناه من یا آهنگ آمده دیر با زود چرا می روی رو می شنوی و یا هم آهنگ از غمت ای نازنین عزم سفر می کنم را به خاطر می آوری، آواز گیرای ژیلا بانوی زیبا متین و مهربان تو رو چند دهه به عقب باز می گرداند تا زمانی را به یاد آوری که این هنرمند محبوب همراه با استاد خیال هر شب جمعه در رستوران خیبر کنسرت داشتند. سالهایی که از جنگ و ویرانی خبر نبود و آهنگهای عاشقانه و زیبای ژیلا و خیال صدها شنونده را به وجد می آورد. ژیلا اولین بار به کمک استاد خیال به رادیو را یافت. استاد خیال اساسات موسیقی را به خانم ژیلا آموخت و ژیلا در مدت کمی توانست با پشتکار و تلاش و همکاری استاد خیال در مدت زمان کمی خودش را به قله های شهرت برساند. خانم ژیلا در 15 جنوری سال 1943 میلادی در شهر کابل به دنیا آمده است. وی وقتی 5 سال داشت مادرش را از دست می دهد. وقت 10 سال شد علاقمندی خود را به موسیقی نشان داد. پدرش که عاشق موسیقی و هنر بود مشوق اصلی او در این را بود. ژیلا در سن 14 سالگی به طور رسمی آوازخوانی را آغاز کرد. با وجود این که پیش از او خوانندگان زنی دیگری هم در افغانستان وجود داشتند، اما ژیلا اولین زن مشهور افغان به عنوان یک خواننده است. افزون بر کارهای انفرادی ژیلا، همکاری‌های هم با سایر خوانندگان بزرگ افغانستان مانند احمد ظاهر، جلیل زلان و استاد خیال داشته است و مهمترین همکاری بین المللی او در سال 1964 هنگامی بود که او ترانه‌ای را با محمد رفیع پرطرفدارترین خواننده وقت هین در آن زمان را اجرا کرد و این آهنگ در رادیو کابل نیز مورد استقبال شنوندگان قرار گرفت، زیرا این اولین بار بود که خواننده هندی در افغانستان با یک زن آوازخوان افغان آواز خوانده است. با توجه به وضعیت سیاسی و جنگ‌های داخلی افغانستان در آن زمان، ژیلا در اوایل دهه 1980 میلادی افغانستان را ترک کرد. او ابتدا با خانواده‌اش به کراچی سفر کرد و پس از 13 ماه در سال 1982 میلادی به ایالت کالیفرنیای آمریکا مهاجرت کرد. بعد از این زمان فعالیت‌های او در صحنه موسیقی افغانستان محدود شد. از 1983 تا 2001 کار حرفه‌ای ژیلا تنها با اجرای کنسرت‌های مختلف در ایالات متحده و کانادا و با همکاری سایر خوانندگان افغان به پایان رسید. ژیلا بین سال‌های 1957 الی 2001 میلادی فعالیت هنری داشت. خواهر او سارا با استاد جلیل زلان ازدواج نموده بود. ژیلا 482 تک آهنگ برای رادیو افغانستان و 13 آهنگ به تلویزیون افغانستان اجرا کرده است. در میان زنان آوازخوان افغان ژیلا به خوش صدایی مشهور است. معاصران او کمتر چنین صدایی داشتند. احمد ظاهر که خود در میان آوازخوانان مرد افغانستان به آوازخوان حنجره طلایی معروف است، آرزو داشت آلبوم مشترک با خانم ژیلا داشته باشد. اما مرگ ناباهنگام احمد ظاهر فقید این مجال را نداد و آلبوم مشترک این دو آوازخوان خوش صدا به دو آهنگ محدود شد. ژیلا در سفری که با استاد خیال و جمع دیگری از هنرمندان افغانی به هند داشت،
آهنگ مشترک را با محمد رفیع یکی از مشهورترین آوازخوانان هند اجرا کرد که بعدها بارها و بارها از رادیو افغانستان پخش شد. ژیلا جزء گروهی بود که برای نخستین بار در تور هنری در شمال افغانستان شرکت کرد و مردم برای اولین بار هنرمندان را که صدای آنها را از رادیو شنیده بودند از نزدیک دیدند. استاد خیال، مددی، آرمان، پروین و نسیم جزء این گروه بودند. بالاخره خانم ژیلا در 28 جنوری سال 2009 میلادی در ایالات متحده آمریکا درگذشت. روحش شاد و یادش مانا و گرامی باد.